E سلام به دوستای خوب عزیزم برگشتم با یه ویدیو جدید دیگه این دفعه میخوام تو این ویدیو در مورد کرج براتون توضیح بدم اینجایی که میبینید داشتم رد میشدم گفتم یه فیلمی هم بگیرم دقیقا نورت وست کلگریه همون جایی که مثلا ما میریم وای ام بالای راک ریج لونایتون که با کلگری آشناید میدونید ولی کلن میخوام بگم که خیلی از خارج از شهر نیست ولی از لحاظ زون good morning جایی که خونه های خیلی بزرگ داره و زمیناش همه هکتاریه به خاطر همین بهش میگن ایکریج یعنی ایکر یعنی هکتار یعنی حداقل زمیناش یک هکتاره واقعا قشنگه مثلا همطور که میبینید حالا من داشتم درایو میکردم سعی کردم براتون فیلم بگیرم بعضیش قشنگ درای نردهی داره ورودی پرایوت داره خب خیلی زندگی آروم و ریلکسیه خوبیش این همه امکانات شهری هم داره و اینکه خیلی ساکته مثلا کسایی که حالا شغلایی دارن که میتونن ریموت کار کنن میان اینجاها کار میکنن یا معمولا اونایی که خب مثلا کسایی که پول دارای چیز کسایی که پول خیلی مثلا پول میان از این ها میگیرن بعد چیزی که هستش اینه که خب به تب شاید بپرسید که خب چرا خیلی نمیان اینجاها خونه بگن اول اینکه قیمت بالاشه ثانیا اینکه توی کانادا کلا خونه خریدن یه بحث هزینه های جاری نگهداری و تکس و بیمه یه بحث دیگه از مثلا شما ممکنه بتونید افورت کنید یه خونه دو میلیونی بگیرید ولی به همون اندازه انقدر تکس و بیمه و اینا بالا میره که گاهی خصوصا چون هوام سرده هزینه های یوتیلیتی باعث میشه که آدم سراغ خونه های کوچکتر بره ولی خب به هر حال اگر که آدم پولشو داشته باشه اینجا کاملا نزدیک یعنی قشن نورت وست فکرم نکنید فقط نورت وست داره حالا من خیلی دوست دارم از این مسیر که رد میشم درایو میکنیم یا دو چرخ سواری میکنیم البته اینجا برف بود من این ویدیو رو دو ماه پیش براتون گفتم فرصت نکرده بودم نشون بدم اطراف کلگری قشنگ ایکرجا هستن واقعا قشنگم مثلا ساوت ایست اینو داره ساوت وستم داره میگم چون که زونش فرق میکنه مثلا توی تا اینجا که من حالا میدونم مثلا تو مناطق شهری زمین ها بندیه و چون اینجا مثلا یه زون خاصی داره به نسبت مساحت و وسعتی که داره شاید اگه شما همونو بخواید مثلا یه پنج کیلومتر و بگیری قیمتش خیلی بیشتر بشه خلاصه که میخواستم براتون از این قسمت هم از این قسمت کلگری هم فیلم بگیرم ببینید چه آرامشی داره خصوصا اینکه توی تابستون خیلی قشنگ میشه دقیقا عین تیپیکال این, این فیلمایی که هستن که مثلا نشون میده که گیت میشه یه ماشین میاد او چند دقیقه توی چیز مثلا فضای سبز حرکت میکنه تا برسه به خونه ولی خب بازم دوباره تکرار میکنم که امکاناتش خوبه یعنی مثلا شما من یادم مثلا ما همیشه میرفتیم شمال اینترنت قطع قطع و وصل میشد یا مثلا کلا مسافرت که میرفتیم مشکل اینترنت داشتیم مشکل آب داشتیم یا مثلا یه بار که مثلا یکی از کسی که باهاش بودیم افتاد زمین شونش شکست که همه چی میگن مثلا امکانات پزشکی و اینا خیلی محدود بود ولی اینجا خب خوبیش این همه چی تاپناچه یعنی عالیه و اینکه این هم این ایکریجا مدان تازگی گرون شدن علتش هم اینه که همینطور که میدونید مهاجرت به سمت آلبرتا و کرگری العاده زیاد شده و قیمت مسکن واقعا بالا رفته حالا اگر فرصت بکنم براتون یه ویدیو جدید میذارم از قیمت های جدید و بازار فعلی مسکن توی کلگری که اگر میخواید بیاید اینجا یه دید بهتری داشته باشید البته فکر نکنید که این وضعیت مثلا خیلی چی... مثلا خیلی اوت اف کنترل نه تازه کلگری تو شده یه جایی مثل ونکوور یا تورنتو یعنی انقدر تقاضا زیاد شده ویکنسیا کم شده اه ولی اه مثلا اگه یه نفری یه خانواده یه خیلی بزرگ داشته باشن این ایکرجام خیلی آپشن خوبیه براشون چون پیدا کردن یه هاوس به این بزرگی تو داخل مناطق شهری واقعا سخت و هزینهش چند برابره امیدوارم لذت برده باشید خداحافظ